راجب این که چقدر از طول روزتون رو به دعا خوندن اختصاص میدین دوست دارم با هم یه گپی بزنیم. این که نماز میخونید یا نه مربوط به خودتونه، هر آدمی تصمیم زندگیشو خودش میگیره و خودش هم جوابشو پس میده. یعنی منم تو جایگاهی نیستم که بخوام به طرفدارام چیزی رو توصیه کنم یا نه، ولی راجع به دعا خوندن، این که چقدر در طول روزتون رو انرژی میذارین و دعا میخونین. این که الان دارم اینجا حرف میزنم برای این که من داشتم اینجا تو این برف دعا میخوندم و وظیفه خودم دونستم برای آدمایی که دنبال حاشیه نیستن و ادا اصول ندارن و برای طرفدارام یه سری مسائل رو بازگو کنم. یعنی راجع به دعا خوندن و براتون توضیح بدم. میگن سرنوشت و قضا و قدر از قبل تعیین شده است. پس ما اختیارمون چی؟ اختیار انسان در طول اراده خداست. شما فقط موقعی برای خودتون، موقعی که دعا میخونید ثوابتون بیشتره بابت چی؟ انسان موقعی که تو صفر و یک قرار میگیره، چپ و راست و مثبت و منفی تصمیم میگیره، بقیه تصمیم ها از دید من، از نظر من، از قبل نوشته شده. یعنی شما نمیذارن که شما فقط مواقعی تصمیم میگیرین که سر دوراهی قرار میگیرید، چپ راست مثبت منفی صفر و یک، بقیهش رو خدا تصمیمش رو از قبل براتون گرفته. وقتی که چپ و راست مثبت منفی، کار خوب و بد انجام بدید یا ندید، کمک بکنید یا نکنید، نیکی به پدر و مادر، کمک به آدم مستمند، ایناست که برای شما امتیاز تو زندگیتون جمع میکنه و شما با این امتیازهایی که میگیرید خدا شرایط بهتری رو براتون تو زندگی ایجاد میکنه و اون موقع است که شما پوینت برای زندگیتون جمع میکنید. باور کنید که مثلا این که فلانی دکتر بشود یا نشود از دیدگاه من از قبل نوشته شده است. شما فقط موقعی تصمیم میگیرید که سر دوراهی ها قرار بگیرید، اون وقت میتونید شرایط زندگیتون رو آسونتر بکنید یا نه. این احتمال داره که غلط باشه، ولی من وظیفه‌ام بوده سالهاست که میخوام این موضوع رو بگم، ممکنه به یه دم بر بخوره. تا میتونین دعا کنید، تا میتونین تایمای اضافه، اگه نماز که میخونید که وظیفه هر مسلمونی که بخونه، تایمای اضافه تری بذارید برای ذکر گفتن، برای شکر کردن، برای دعا خوندن و اینجور مسائل. حالا اگر استقبال شد از هر جلسه بعدی باز لایو میذارم براتون بیشتر توضیح. میترسم به یه عده بر بخوره که بخوره. من وظیفه‌م بگم اینا رو باید انجام بدید، یه تایمایی از طول روز رو باید ذکر بگید و این بهتون کمک میکنه. یادتون باشه آدمایی که تو زندگیشون موفقن، آدم بی‌اعتقاد هیچی تو زندگیش ندارد. اینا برمیگرده به یک طول عمر، نه که الان تو دعا بگی فردا صبح اثرش رو ببینی که میبینی، ولی خورد خورد برمیگرده. من از 7 سالگیم این کارا رو کردم و و و و و و من علیه سلامم نیستم، الان یه سری شروع نکنید ماجرا ساختن، ولی من از همه دنیا بیشتر ذکر گفتم تو زندگیم. دوستتون دارم، خداحافظ.